آیا این مشکلات فنی می تواند همه تلاش ها را بی حاصل کند؟ این سوال را از گری سیمور، مدیر اجرایی مرکز پژوهش علوم و امنیت بین المللی بلفورد در دانشگاه هاروارد می پرسم. آقای سیمور 4 سال در مقام هماهنگ کننده کنترل تسلیحاتی کاخ سفید در دولت اوباما خدمت می کردند و اکنون رئیس اتحاد علیه ایران هسته‌ای هستند، یک سازمان غیر انتفاعی که هدفش جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. آقای سیمور از طریق سکایپ از بوستون به ما ملحق می شوند. با سلام بر شما، سپاسگزارم که به برنامه اومدید. خیلی ممنون، بعد از ظهر شما بخیر. شاید این سوال در این مقطع زمانی درست نباشه آقای سیمور، برای اینکه به گفته تمام منابعی که ما الان داریم نزدیک میشیم به یک توافق، اما اگر دیپلماسی به شکست بیانجامه ایران چه باهی میپردازه؟ Well, I agree with you. It appears that they're getting close to a deal. به نظر میاد که دارن نزدیک میشن به یک توافق. ممکنه تصمیم بگیرن که یه چند روز بیشتر بمونن بعد از ضرب‌الاجل 31 مارس، اگه فکر کنن این لازمه تا بتونن کارشون رو تموم کنن، به خصوص چارچوب سیاسی رو. البته مذاکرات ادامه خواهد داشت تا 30 ژوئن که ضرب‌الاجل نهایی است برای دستیابی به یک توافق فراگیر با تمام جنبه‌های فنی. ولی سوال عمده اینه که اگه نرسن به این ضرب‌الاجل آخر ماه مارس، مسئله اصلی اینه که چه اقدامی از سوی کنگره آمریکا ممکن انجام شه برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران. البته کنگره الان در حال وقفه است، چون تا وسط‌های آوریل در حالت تعطیله، بنابراین هیچ اتفاقی تا اواسط آوریل نمی‌افته. بله، البته باز هم صحبت از این هستش که به یه توافق خواهیم رسید، اما در صورت عدم توافق در آخرین لحظه کدام کشور بیشتر زیان می‌بینه به نظر شما؟ Well, as I said, if they don't reach گفتم اگه به توافق نرسن تا پایان ماه مارس، هنوزم ضرب‌الاجل 30 ژوئن رو دارم. ولی بذاریم همینجوری که توافقی ایجاد نشه تا اون موقع، تا 30 ژوئن، و هر دو طرف ترجیح میدن که باز تمدید کنن مذاکرات رو تا 6 ماه دیگه، همونطور که 2 بار تا این کار کردن، تا اینکه بذارن که اصلا مذاکرات کاملا سقوط بکنه به خاطری که اون توافق مقدماتی از هم بگسلد، و هر دو طرف ضرر میبینن و ایالات متحده شاهد سرگیری برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود که واشنگتن نمیخواد شاهد این مسئله باشه، و ایران هم شاهد از سرگیری تحریم‌ها و ادامه تحریم‌ها خواهد بود که ایران هم نمیخواد ببینه. بنابراین به نفع هر دوست که همین حالت باقی بمونه و اجتناب بشه از سقوط کامل مذاکرات. بله، ما اغلب میشنویم که یک توافق هسته‌ای با ایران جلوی مسابقه هسته‌ای در میان همسایگان و رقیبان ایران رو در خاورمیانه میگیره، اما رقبای ایران، عموماً کشورهای سنی مذهب، مدام این روزها از برنامه هسته‌ای خودشون صحبت میکنن، از امارات متحده عربی گرفته تا مصر و اردن و عربستان سعودی، همه میگویند که میخواهند نیروگاه هسته‌ای بسازند. این جای نگرانی داره یا نه؟ Well, if there is an agreement, پیمانی باشه که اجازه بده که جمهوری اسلامی ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم شده داشته باشه، البته در حمایت از برنامه انرژی هسته‌ای غیر نظامیش، من فکر میکنم که اون وقت کشورهای دیگه هم همچین حقی رو مطالبه خواهند کرد، چنان که بسیار از کشورهای دیگه منطقه برنامه هسته‌ای خودشونو دارن. ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی امیدواره که بتونه همچین برنامه انرژی هسته‌ای از کره جنوبی وارد بکنه. بنابراین همچین کشورهایی خواهند گفت که اونا هم نیازمند یه برنامه غنی‌سازی داخلی هستن همانند ایران، ولی دشوار خواهد بود برای اونها که از نظر تکنیکی به دست بیارن ابتیا بکنن اون فناوری لازم رو، اونطور که برنامه هسته ای ایران هم در واقع متکی بر فناوری که از پاکستان وارد کرده حدود 30 سال پیش. تمام کشورهای منطقه در خاورمیانه هم احتیاج خواهند داشت به در واقع یک سیستم های از بیرون بسیار به اصطلاح غنی، برای اینکه برنامه غنی سازیشون را بندازن، و بسیاری از کشورهایی که میتونن این رو در واقع ارائه بکنن حاضر نیستن که این کار رو در خاورمیانه بکنن. بنابراین بعضی از کشورها ممکنه ادعا این حق رو بکنن که در واقع به اصطلاح تقلید بکنن از ایران، ولی آیا این کار رو بتونن یا بکنن یا نه، واقعا اون خارج از تصور.
سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید آقای سیمور. همیشه از اظهار نظرهای شما در برنامه‌مون منتظر هستیم. از بوستون متشکرم.